تا اینکه در سال 53 ما دستگیر شدیم. موقعی که ما دستگیر شدیم، یکی از دستگیری های اون دوره در رابطه با اون حوادثی که اون زمان بود خامنه ای بود. خامنه ای ما تمام مشهد دستگیر تمام مشهد، بله، در واقع تو سلولی که ما بودیم دانشجو دستگیر شده بودیم، تو سلول بغلم خامنه ای بود. خامنه ای حدود 13 روز بیشتر زندان نبود. در تمام این 13 روزم که زندان بود، بازجوی مشترک ما فردی بود به نام آقای ناهیدی. بعد مرتب در این 13-14 روزی که خامنه ای در زندان سواک و کیلابات زندانی بود، در مرتب به آهو گریه و ناله سر میداد و اینکه من زن بچه دارم، من بیگناهم، من کاری نکردم، و خلاصه از ناهیدی میخواست که زودتر اینو مرخص کنه و آزاد کنه. در همین جا بود که اینا در واقع دست به یک سازش با سواک زد، و برای اینکه به اصطلاح وضعیت عادی نشون داده بشه، اینو به مدت 2 سال به زابل تبعید کردن که بعدش هم خوردیم به قیامو و بعدم به کارش رسید. در واقع کارش هم و تعهدی هم که به سواک داده بود در ابتدا همین بود که براءت کنه از رابطه داشتن با مجاهدین، و در قدم بعد، بعد ضربه اپورتونیستی، مثل بقیه آخوندها فقط کارشون این بود که علیه سازمان و خط درست سازمان دست به تبلیغات بزنن و بگن مجاهدین التقاطی هستند، مجاهدین مارکسیست شدن، مجاهدین رابطه با دین و اسلام ندارن، و همین کاری که بقیه آخوندها بعد از ضربه اپورتونیستی کردن.